با سلام و درود احترام خود هموطنان در جای جای ایران و دنیا. تاخیرم ببخشید که دیر تفصیل خدمتون، اما خب در قبالش کلیپا دیگه گذاشتم. او کلیپا 50 برای سختت کلیپ خودم صحبت میکنم، ولی خب کلیپ خوبی هست. خدمت شما هستم که خامنه‌ای به جای رسیده که حالا برای یک مسجد توی اصفهان، پیش نماز میفرسته، پیش نماز قبلی تمکین نمیکنه، با نیروی مسلح میریزن اونجا و آقای بیرون و غیر جاش میدارن. دیگه به اینجا رسیده کارشون. من نمیتونم با چیز نمیتونم که بگم بابا اینا کی بودن، چی بودن که آمدن اینجا، کی اینا رو گذاشته، لعنت بر اونها باشه، ریشهشون خدا بزنه که میزنه. انگلیس با تمام قواش، با تمام زورش، با تمام آدماش، با تمام کاناداش، با تمام استرالیاش، روسیه و چین هم که خاک آدم برسرش میکنن که به ذلت و خفتی افتاد اون سرش ناپیدا. آمریکا هم که داره میره اون طرف. شما با بد مهره بازی کردید، مهره ای که نه آبرو نسید، نه هیچ چی نمیفهمید کیه، ولی شما گذاشتید. البته بهتون بگم خدا لعنت کنه چند نفر دیگر رو، یکی منتظری رو، یکی مفتح رو، یکی مطهری رو، یکی بهشتی رو، اینا رو خدا لعنت کنه هزاران بار. این رفتن جلو خودشون دادن بازرگان لعنت الله رو، مطهری رو، او یارو چی بخشید شریعتی رو، اینا رفتن خودشون دادن تو دنیا و گفتن اوه اوه دیگه اینا چه پیشرفتایی کردن. و بعد جالبه که همونها رو هم کشتن سری که صداش در همین آشغالا بمونن. آشغال و کسافت آخر چیش همینه. بله، خامنه‌ای حالا سر یک مسجد توی اصفهان درگیری میشه. آقا رهبر مملکت میره اونجا چیز میرسه، پاسدار میرسه اون نور امام اون نماز پیش نماز رو برش داره. این نهایت شماست. اما دو نکته دیگه دارم بگم. بعد یه مطلبی هست، حکومت دارد گور خودش رو میکند بدون شک. آقای فرشاد مؤمنی گفته که میدونه که بهترین کارشناس اقتصاد کشور هست، که بزرگان اقتصاد کشور هست، آدم دوراندیشی هست، آدم با سوادی است. آقای فرشاد مؤمنی گفته که حکومت داره گروه خودش رو میکنه. من مطلبتون میخونم بعد اگه وقت رو ادامه میدم. در جمهوری اسلامی تصمیم بر مبنای منافع مافیا گرفته میشود. منافع مافیا، حرفی که هزاران بار من گفتم اینو. سهام نیوز، فرشاد مؤمنی اقتصاددان گفته وقتی که حکومت دچار بحران مالی می شود، از یک طرف برای از بین بردن آن بحران به صورت بسیار بی‌قاعده و بی‌ضابطه چنگ به سر صورت مرداش می اندازد و سوی دیگر از طریق مسئولیت گریزی سیستماتیک در زمین امور حاکمیتی گور خود را می کند. در صورت دو سر باخت هستند. مؤمنی گفته اگر اقتصاد در یک دوره میان مدت یا بلند مدت خوب کار می کند، در چنین شرایط اصلاح متغیرهای اقتصادی دیگر پاسخگو نیست و راه نجات این است که به سمت حیطه سیاست برویم، یعنی جایی که قاعده بازی اقتصادی تعریف می شود. در مافیای جمهوری اسلامی سیاست تعطیل شده و تصمیم بر مبنای منافع مافیا گرفته می شود. مافیا جهانی رو میگه، اینو فکر نکنید، کشور دیگه. او در ادامه هیچ عنصری مشروعیت سوستر و ناپایدار سازتر از فساد در ساخت سیاسی نیست. فساد خصلت پنهان‌کارانه است. دارد. وقتی یک ساختار قدرتی به هر دلیلی و توجیه باب مشارکت فعال و فراگیر مردم در سرنوشت خودشان محدود یا محدود می کند، باهایی که می پردازد این است که از طریق فساد با بحران مشروطیت ناکارآمدی و قتلیدن در دوره باطل توسعه نیافته گرفتار می شود. در مافیای جمهوری اسلامی تنها کسانی که امکان تاثیرگذاری بر امور دارند که عضو خانواده بزرگ مافیا باشند و دیگران یا همان ملت رو نقش در تصمیم گیری ندارد. نه بهتون بگم، پایه‌گذار چاپ پول در ایران خود شخص خمینی دیوس بود. تو خاطرهاشون گفتن که آره اول نفری گفت وقتی در زمان جنگ پول کم آوردن، گفت آقا پول چاپ کنید. تورم رفت بالا دیگه، تورم از همون سال شروع شد. دو ریشه اصلی فساد که منجر به فروپاشی از درون اتحاد شوروی شد، یکی دلبستن به سیاست زدایی و مشارکت زدایی از مردم در بازارهای سیاست و اقتصاد و دلخوش کردن به توان سرکوب سیاسی ساختار قدرت بود، و دوم تیغ کند قوه قضایی اتحادی شده در برابر فعالیت مافیای خودی ها، و تیغ مهلک و کشنده قوه قضایی اتحادی شوروی در برابر انتقادها مشفقانه
اتحاد مشوقانه سیاسی بود. ما ملت ایران باید دست دست هم داده و کشور را از این مصیبت نجات دهیم و مملکت ما را از مافیا پس گرفت بگیریم. جنبش حسابرسی اجتماعی در این مسیر به ما کمک میکند تا به زیر نظر بردن بخش های مختلف و مافیا درباره آنها اطلاع دقیق و جزئی جمع‌آوری و منتشر کنیم تا عریان در برابر اراده ملت قرار بگیرند. یکی دیگه از کاری که روزا انجام میده حکومت و حکومتی ها کفیر تهدید خورده بچه سپاه هستن. اینا نقاب میزنن، اسلحه هم دارن، کلاشیکو هم دارن، همه چی هم دارن، میرن سرقت مسلحانه نمیکنن تو شهر، تو جاده هاش فرق نمیکنه، بی پولن. به هستی رسیدی مست نگردی مردی، به نیستی رسیدی پس نگردی مردی. هر دوش هم شما کردید، هر دوش هم کردید، چون شما ها یک مش حرومزاده، حرام فکر، حرام لقمه. حالا ندارید به زور از مردم میگید تا کی، تا کجا. همین روزا مردم اون کاری که صدمی سرتون میارن. خیلی بدبخت فرقیده هستید. خوشحالم از این بابت. خدمت شما هستم که یک چیز از ناصرالدین شما تو بخونم. خامنه‌ای قابل توجه خامنه‌ای باشه. بعد از قتل ناصرالدین شاه جنازه او در تابوتی آهن نگهداری و تا یک سال دیگه تمام شد. شاه نیست دیگه، تا یک سال کسی زحمت تشییع جنازه‌اش رو به خودت نداد. به روز تشییع جنازه هم مظفرالدین شاه تا وسط خیابان بابا مومن رفت به قصر برگشت. بله، خامنه‌ای رفته که دمشق کتاب بخواد حفاظه کنه، مثلا فرض کنه که اصلا فضله کرد، برای کتاب نان شراب صحبت کرد، کتاب اصلا مال ایتالیا است، راجع به چیزی که صحبت میکنه، راجع به بحث کلیسا اونجا صحبت میکنه. آمد گفت بله این راجع به بحث یونان و او یونان هست، چیز ترکیه. این های کارها خیلی کار خوبیه، از یه سال فضله بکن دوباره، به ریشت بخندن، به همه جات بخندن، هم مردم دقت میکنه، هم توجه همه نهی خواهی کتاب میخونه ببینه با تو چی غلط کردی. همیشه همینطور بودی، همیشه همینطور بودی. چون دفعه قبل رو کلیپاتی رو بس چیز میکردن، چی بیش میگن، کلیپاتی میگرفتن سانسور میکردن، و دفعه چون مستقیم بود نستن کاری بکنن. یکی از دوستان نوشته آقای محمدی این دزدی ها، این خورد و خوراک ها، این رشوه ها، اینا چی میشه؟ به این دوستان من اینو 20-25 سال پیش گفتم، بازم تکرار کردم، یه بار دیگه میگم. وقتی حیوان میدونی توی علوفه ای در دنیا هست، یونجه خوشمزه ترین غذای حیوانات هست، دام به خصوص. این پول میمونه برای مردم. وقتی که یک گله گوسفند یا گوساله یا گاو به یونجه میرسن، هول میکنه، شروع میکنن به خوردن، رفتن جلو. بقیه یونجه های سالم زیر دستمال له میشن، ادرار میکنن، میکنن، بعد که برمیگردن بخورن خب دیگه خوردن نمیاد، درست شد؟ پس اینا یونجه ها رو خراب میکنن، میرن جلو، پالپا همکار هم داره حکومت میکنه که دیگه با آخر کار میسه. اما دو تا اتفاق میفته که اتفاقش خیلی زیاده، یکیش کمتره. 99% اون گوسفند یا اون گوساله که میره یونجه میخوره و یا گاوی که یونجه میخوره زیاد میخوره، کسی روش نمیگیره، این اصطلاح هم میگن وقتی تشنه شد آب میخوره و باد میکنه معده‌اش و میکرکه و میمیره. خیلی از اینها اینجوری مردن. شما باورتون میشه 90% آخونده توی چند سال مردن؟ بر اثر همین افراط تفریط ها بود، بر اثر همین استفاده از گوشت آنچنانی بود و کباب آنچنانی بود و نقرس گرفتن و قرصه جنسی گرفتن و خون مار گرفتن و این کارا کردن به درک واسش. خیلیشون جوان بودن. این حرص زیاده. بیشتر تجار ساز به رسیده تا بیشتر کسی که تو کار داروی بربر بودن و یک دفعه به علاف روف رسیدن و رانت گرفتن، 90% تو همین سن بین 40 تا 50 سالی اینا سکته کردن. داروی فلان منشی آنچنانی این ور اون ور کشور مختلف همونجا سرزر سکته کردن و سرگ آبش در سرش دارن. ما سکته تا میخوام چیز دیگه نمیخوام. این همون یونجزا رو فرق نمیکنه. غذای آنچنانی خوردن و داروهای جنسی استفاده کردن همش همینه، همون علوفه هست، هیچ فرقی نمیکنه. حالا بعدا آمار بهتون میدن، 90% افرادی تو این 20 سال اخیر سکته کردن، 90% دارم به جرئت بهتون میگم مردها سکته کردن به خاطر استفاده و استفاده ناصحی از
داروی جنسی بوده. جوان بودن همش رفتم به درک واسه شدن و یه ادم که خواهد خیلی مشکل بیاسی ایجاد شده. بله یه خانمی که کلیپش هم گذاشتم به خاطر حجاب گرفت از نوین و این خیلی اونجا استقامت کرد و بعد پرز از اتصال قضا کرد ترسیدن و آمدن ولش کردن تو زنوین نمیرم نشد تو زمین بین چی کار میکرد که روش گذاشته باز بین چی کار میکرد اونجا چه مرگ بر خامنه از تای دلش میگفت همه هم خفه خون گرفتن چون اونم خسته میشن مامورا خواست یه حدی داره دیگه. خب یک مطلب دیگه میخونم براتون بعد در کلیپ بعد چند تا نکته قشنگ دارم خنده‌دار جالب. متزلزل شده پای نظام اصولگرایان خامنه‌ای رو به جان هم افتادند. اصولگرایان به جان هم افتادند. در دوام میان خودشان به یکدیگر پتی یکدیگر رو آب می‌ریزند. افشاگری در خانواده اصولگرایان به حساس‌ترین سطح حد خود رسیده است. این جملاتی است که احمد علی رضا بیگی نماینده مجلس 11 در گفتگو با خبرنگاران در واکنش به افشاگری اخیر بین دو طیف قالیباف و رایف پور به کار می‌برد. رایفور خیلی باکتی خبه چه پوری میگه من نمیدونم کی به حساب شخصی ما دست پیدا کرده تو کی هستی حساب شخصیت باشه خیلی خواب کخوی کردن آن این از در میگه مردی که خب تو نمیدونی تو کجای کاری تو خوده تو میکنه نکنن این جوانتی که احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس 11 در گفتگو با خبرنگاران در واکنش به افشاگری اخیر بین دو طیف قالیباف و رایف پور به کار میبرند. او در مورد دسترسی به اطلاعات مسئولین به ویژه نمایندگان میگوید دسترسی به اطلاعات حتی برای یک نماینده متعارف به سادگی امکان پذیر نیست. آقای رضا بیگی در ایام انتخابات اخیر شاهد برخی افشاگری ها بودیم. حتی چند ساعت مانده به انتخابات آن روند هنوز هم در این روزها ادامه دارد. تحلیل شما از اتفاقات این روزها در جریان اصولگرا در حال وقوع چیست؟ رفتار افشا کنندگان را باید در قیاب رقابت اصلی انتخاباتی که عملا در انتخابات حضور ندارد و امروز هم این رقابت در خانواده اصولگرایان به حساس ترین سطح خودش رسیده تحلیل کرد. در هر صورت افشا کنندگان از هر سند و مدرکی رقیب را از حد اقلی محروم کند و خودش را موجه‌تر از دیگر جلوه استفاده می کند و این کار عجیب است. مسخره ترینش اینجاست که قوه قضاییه شورای نگهبان 4-5 ماه پیش اعلام کرد که 90 تا از نماینده همین دوره مجلس اینها رد به صلاحیت شدن به خاطر دزدی، سوء استفاده و رانت. خب بی‌شرف تو که اینو میدونی چرا میذاره به دزدیش ادامه بده؟ مگه تو خودت هم شریک دزد باشی رفیق قافله؟ یعنی از این دیگه افتضاح‌تر در دنیا ما نداریم، در تاریخ نداریم. 90 تا نماینده مجلس یا 70 تا نماینده مجلس که تو مجلس هستند اینا همش رد سرشون بخواد دزدی و خیانت و رانتی که بردن و کردن و سوء استفاده کردن. وقتی میزی سر کار بماند شرفه این انسانیته. مهندسی انتخابات امروز به صورت آرای سلبی خود را نشان داد. فعلا رقیب نیست. در حالی که رقیب میتواند منجر به انسجام اصولگرایان شود، اما الان رقیب هم وجود دیگه موجود نیست. این حرف خیلی قشنگی ها. بعضی از دوستان این کارو بکنیم میگم نه فرد خوش میجون هم افتادم بذار بباشم هر چه ضعیف‌تر باشم بهتر چون اگه کاری بخوام بکنم باز ببین به هم میچسته من دوباره دیگه ما الان کار خود داریم انجام میدیم درست هم انجام میدیم بدون مورا درش بره همین روز هست. پس فعلا رقیب نیست در حالی که رقیب میتواند منجر به انسجام اصولگرایان شود، اما الان رقیب وجود نه دیگر موجود نیست. لذا نباید نبودن رقیب سبب شده که اختلافات درونچنایی در درون گروهی بیشتر خودش نشان دهد و هر طرفی سعی میکرد تا با توجه به دسترسی هایی که به اختیار دارد اشتباهات طرف مقابل رو اشاره کنه در رأی حداقلی دور دوم انتخابات را به سود خودشان بریزند. آنچه اتفاق افتاده دعوای درون جنایی است. البته مهندسی انتخابات هم که از گذشته متداول بوده امروز به صورت آرای سلبی خود را نشان میدهد. مثلا سطح دسترسی شما به اطلاعات به اندازه است که بتوانید پرینت حساب بانکی و یا اطلاعات شخصی را افراد را بگیرید. بنده به عنوان یک نماینده نشان دادم که سطح اطلاعاتم میتواند ریز و دقیق باشد، کما اینکه در موضوع خودروهای شاسی بلند توانستم دسترسی ها رو نشان دهم، اما عملا دسترسی به اطلاعات برای یک نماینده متعارف به سادگی امکان پذیر نیست. خب دیگه این زیاده خیلی طولانی مطلبش.
میگه پیش بینی میکنه دعوای ورشگری قبل از انتخابات به مجلس 12 همراه پیدا میکند حتما، کما اینکه همین ماجرای ماشین شاسی، ماجرای شاسی بلندها و که روزگاری همه آن را نفی می این کار میکردن. آقای حالا علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس میگوید که تعداد نمایندگان 4 تا 5 تا شاسی بلند دریافت کردند. البته سلیمی وقتی که در هیئت رئیسه بود در مورد شاسی بلندها طرف خطاب بنده قرار گرفت، چنانچه گفتم آقای هیئت رئیسه مجلس واگذاری شاسی بلند چه نسبتی با استیضاح دارد؟ چه داستانی کس در نمیاد؟ الان در دعوا علیه خودشان پتیک دیار روی آب میریزند. خب کلیپ بعدی هم کلیپ جالبی خواهد بود. خیلی میخندیم، بعد بدونیم چرا میخندیم توش. خب ایامتون بکنم، روزگارتون خوش، تا کلیپ بعدی.